خب شاگرد عزیز، امروز ما شما بخیر همون مضمون ریاضی صنف دهم هست. موضوع ما موضوع انتقال هست. اهداف درسی ما بخیر تا آخر ختم سال درسی شما باید مفهوم انتقال بفهمین و انتقال عمودی و افقی و فرق بینش بفهمین و همچنین از روی گراف بتونین تابع منتقلش دقیقاً رسم کرده بتونین. خب شاگرد عزیز، صفاتی که امروز می‌خوانیم 99 الی 102 هست و درس ما درس 32 است. شاگرد عزیز، من در درس گذشته البته به شما گفته بودم که البته موضوعاتی که در درس گذشته خوانده بودیم ما انتقال بود، انتقال عمودی توابع بود، ما انتقال عمودی رو بهتون خواند درس دادیم و گفتیم که چطوری رسم میشه. درست است شاگرد عزیز؟ امروز بخیر ما شما انتقال عمودی رو افقی رو به شما رسم میکنیم. اگر یادتون باشه من انتقال افقی رو قیمت بهتون وضع کردم، شما خدا کنه که قیمت ها رو دوباره وضع کرده باشین، کار کرده باشیم همراه خود. ببینید در اینجا در چند قسمت قیمت هایی که من به شما وضع کرده بودم، من دوباره اصلاح ساختم، بعض قیمت ها درست پیدا نشده بود. منفی 2 وقتی که منفی 3 شد و من جمع منفی 3 منفی 5 مربع 25، منفی 1 همراه منفی 3 منفی 4، منفی 4 مربع 16، 0 که وضع شوه میشه منفی 3، منفی 3 که مربع شوه میشه 9، 1 که وضع شوه 1 مربع یقید 1 منفی 3 میشه منفی 2، منفی 2 که مربع شوه میشه ده یقید چند؟ یک دفعه دیگه بتون میگم 4، 2 که وضع شوه 2 منفی 3 میشه منفی 1 مربع 1، 3 وضع شوه 0 مربع 0 و اگر 4 وضع شوه 4 منفی 3 ما میشه 1 مربع 1 و همچنین در x مثبت 2 کل مربع، منفی 2 اگر وضع شوه منفی 2 جمع 2 مربع 0 میشه، منفی 1 1 مربع 1، 0 اگر وضع شوه میشه 4، اگر 1 وضع شوه 1 جمع 2 3، 3 3 9 و اگر 2 وضع شوه 2 جمع 2 4 و 4 مربع 16. خب شاگرد عزیز، میایم سری که ایره ما بخیر رسم کنیم. قیمت های ایره در نظر میگیم، من قیمت های کوچکی رو به در نظر میگیرم، شما میتونید همراه خط کش و کتابچه‌تون قیمت های ایره مناسب در نظر بگیریم و بخیر گرافتون رسم کنیم. به همین شکل. خب اولین کاری که میکنیم ما شما x مربع، ببینید x مربع اینجا بسیار به شما مهم و ضروری است که شما این رسم میکنید. چرا این مهم است؟ به خاطر که از روی این تابه شما بفهمین که تابه به اندازه چند واحد به طرف راست میه یا به اندازه چند واحد به طرف چپ میه. خب اول ما میگیم منفی 2 را، منفی 2 چند است؟ منفی 2 و 4، 1 2 3 4 این نقطه میه، درست است؟ منفی 1 و 1، منفی 1 و 1 این نقطه آمد، 0 و 0، 1 و 1 و 2 چند؟ 2 و 4 این نقاط شما با هم وصل میکنه. خب البته شما وقتی که روزم بهتون گفتم توابع هایپربولی که شما رسم میکنین به شکل چی است؟ به شکل گول هست. ببینید در اینجا در حقیقت ما این تابع را و شما چی کردیم؟ رسم کردیم. تابع ما هست fx مساوی به x مربع، درست است؟ حالا میایم به شما x منفی 3 کل مربع را میخواییم که رسم کنیم. همراه یک رنگ دیگه به شما رسم میکنم که خوب دقیق شویم و ببینیم. منفی 2 و 25، ما اگر یک قیمتی را وضع کنیم در این بالا، ما اگر این را ادامه بدم ببینیم، اگر فرض کنیم که این 16 باشه با این چند باشه؟ 25. شما خودتان باز دقیق رسم میکنین چون قیمت 25 بسیار زیاد است. شاگرد عزیز، منفی 1 و 16 شده در نظر میگیریم، این نقطه میایه، درست است؟ خوب است. حالا میایم همراه رنگ سرخ ادامه میدیم به شما. 0 و 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، چه اگر 9 باشه؟ 0 و 9، 1 و 4، 1 2 3 4، 1 و چند؟ 4 این نقطه هست، درست؟ دیگهش هست شاگرد عزیز؟ 1 و 4 گفتیم، 2 و 1، 2 و 1، 3 و 0،
درست است؟ چهار و چند؟ یک. چهار منفی سه، ببینید اینجا یک رفع دیگه هم بتوان میگیم، دو منفی سه میشه در حقیقت منفی یک مربع یک است، و چهار هم اگر وضع کنیم بازم یک مربع یک است. حالا این نقاط رو به هم وصل میکنیم، ببینیم که شکل چی رو به خود گرفت. اینه که اینجا وضع کنم بهتر میاد. و دیگه فکر کنیم که این هم به همین شکل قیمت بدیم و امتداد کنم. خب چون پارابول هست، کوشش میکنیم که این مدل رو به شکل گل کنیم. خب ادامه شد چی میکنیم؟ پاپ میکنیم. خب شاگرده عزیز ببینین، خب دقیقت این مدل، این پارابولی که ما شما رسم کردیم، من این رو پررنگ تر میکنم. این معادله که ما شما رسم کردیم کدام معادله بود؟ y مساوی بود با x منفی 3 کل مربع. شما یک موضوع رو اینجا دقیق ببینید. این پارابول x مربع بود. درست است؟ من اگر اینو به رنگ سیاه امتداد بدم که بیخی به شما دقیق شود. خب این x مربع بود. این شد x منفی 3. منفی 3 علامه سیم اینجا چی است؟ علامه سیم کوچک از صفر است. درست است؟ منفی هست. پس وقتی که منفی باشه چی گفتیم به شما؟ به شکل افقی به اندازه 3 واحد به طرف چی میه؟ 1 واحد، 2 واحد، 3 واحد، به اندازه 3 واحد به طرف راست آمد گراف ما. حالا میخوایم گراف بعدی رو رسم کنیم. x مثبت 2 کل مربع منفی 2 صفر. ببینید من اینو همراه یک رنگ دیگه به شما رسم میکنم، شما کلکی دقیق شون. منفی 2 صفر اینجا شد، منفی 1 و مثبت 1 این نقطه آمد، منفی 1 و مثبت 1 در حقیقت این نقطه آمد. درست است؟ 0 و 4، 1 2 3 4 اینجا شد، 1 و 9، 1 و چند؟ 9. در حقیقت من این نقطه را در نظر میگیرم با 1 و 9 اینجا شد، و دیگه 2 16، 2 16 این نقطه را در نظر میگیرم. حالا این نقاط اگر ما منفی، مثلا اینجا یک چند نقطه منفی رو میخواییم به شما بدم، اگر منفی 3 وضع کنیم در اینجا، ببینید 1 2 3 ما 2 رو وضع کنیم، اگر منفی 3 به این وضع کنیم میشه 1، این نقطه میایه. اگر منفی 4 وضع کنیم میشه مثبت 2، مثبت 2 کشه و 4 میشه 1 2 3 4. منفی 4 رو وضع کنیم میشه 1 2 3 4، دقیقاً اینجا میایه. حالا این نقاط رو من به هم وصل میکنم توسط رنگ سبز، کلگی متوجه باشم. ببینید چون پارابول هست من باید به این شکل وصل کنم. این خب شما که ایره خودتان در خانه دقیق رسم کنین، این حتما مناسب منظمه، چون اینجا اندازه ها اونقدر دقیق نیستی، به شکل کاملا دقیق دیگه واضح به شما نمیشه. خب نالی سعی شد تقریبا. خب سعی کنید شاگرد عزیز، ای به اندازه چند واحد آمد؟ دقت کنین کلگی شما، ما گفتیم علامه دو چی است اینجا؟ مثبت است. وقتی که سی بزرگ از صفر باشه به اندازه دو واحد به طرف چپ میاد، یک واحد، دو واحد، به طرف چی آمد؟ به طرف چپ. خدا کنه که شاگردا در انتقال کدام مشکل نداشته باشین. موضوع بعدی ما ترکیب انتقال افقی عمودی هست. اینو من تنها به شما یک معلومات میدم، اینو پاک میکنم. ترکیب انتقال افقی و چی؟ عمودی. این دفعه با ما شما چی میگن انتقال افقی عمودی رو که میگن یک جای ما شما ترکیب کنین؟ ما باز یک مثال بسیار ساده بهتون میگم. میگه اگر ما داشته باشیم یک تابع در حقیقت افقی، یک تابع عمودی داشته باشیم، اینا رو ما بخوایم با هم چی کنیم؟ ترکیب کنیم. ما میتونیم در دقیقاً دو تابع داشته باشیم. ما اگر بخوایم اینا رو ترکیب کنیم در قسمت گرافش، این ترکیب انتقال افقی عمودی می، یعنی هم به شکل عمودی انتقال میکنه هم به شکل عمودی افقی. چه قسم؟ توسط یک مثال سعی کنین. من میگم از انتقال تابع y مساوی به قیمت مطلق x، گراف تابع x مثبت 3 مثبت 2 رو شما دریافت کنین. از انتقال y مساوی قیمت مطلق x شما چی رو پیدا کنین؟ x مثبت 3 مثبت 2. سعی کنین دقت کنین، ما داشتیم fx مثبت 3، یکی داشتیم fx مثبت 3،
این دوتا حالی با هم چی شده؟ ترکیب شده؟ شده اف x مثبت سی مثبت سی. در حقیقت اگر ما این رو دی بابانم یا این رو مثلا ای بابانم، در حقیقت اینجا با هم چی شده؟ ترکیب شده. به جای اف x شده اف x مثبت سی. مثلا اینجا این قسمت ما بود در حقیقت اگر تنها ای باشه، این بود انتقال، یعنی یک تابعی که به شکل افقی انتقال پیدا میکرد. حال وقتی که جمع دو شد یعنی عمودی هم شد. این وقتی که یک جا شد پس میشه ترکیب افقی و عمودی. حال من میخوام این را به شما رسم کنم، ببینید افقی و عمودی در اینجا باست چطور ترکیب میشه و چطور رسم میشه. بسیار جالب است. یعنی ای هم به طرف مثبت سی هست، هم به طرف چپ انتقال پیدا میکنه، دو واحد به طرف بالا و سه واحد به طرف چپ. بسیار جالب انتقال پیدا میکنه. دو واحد به طرف بالا و سه واحد به طرف چی؟ چپ. ای اکس هست و ای وای هست. میایم همین رو اول رسم میکنیم با شما. خب اکس وای قیمت مطلقه اکس منفی دو منفی یک صفر یک دو. اگر دو منفی دو باشه دو یک صفر یک دو، چون هر عدد منفی از قیمت مطلق خارج شده چی است؟ مثبت است. و در معادله دو اگر موازی کنیم این وای مساوی به قیمت مطلق x است. وای مساوی به قیمت مطلق x مثبت 3 جمع 2. منفی 2 منفی 1 0 1 2. منفی 2 که وزن کنیم منفی 2 جمع 3 1. از قیمت مطلق 1 مثبت از جمع 2 3. منفی 1 وزن کنیم میشه 2 2 2 4. 0 وزن کنیم میشه 2. 1 وزن کنیم 1 جمع 3 4 4 2 6. اگر 2 وزن کنیم 2 3 5 5 2 7. حالا میخوایم اینو با شما چی کنیم؟ وسط کنیم. خب منفی دو دو، ببینین منفی دو اگر من ایره اندازه هاش شما دیگه کوشش کنید ببینین چند چند دفعه هر زمانی که من رسم گراف رسم میکنم به شما میگم که ایره حتما شما در خانه توسط خطکش یا در کتابچه های گراف به شکلی دقیق رسم کنید. درست از اینجا که من رسم میکنم دقیق نیست شاگرد عزیز. منفی دو مثبت دو این نقطه هست، درست است؟ ببینین و به همین شکل. خب منفی یک و مثبت یک این نقطه میه، صفر و صفر، یک و یک، و اگر من ایتو در نظر بگیرم و دو و دو، این نقاط با هم چی میکنیم؟ بسته میکنیم. قیمت مطلقه یک شکل به این شکل بخواد میگیرن، درست از پارابول نیست. پس این هست وای مساوی به قیمت مطلقه x. ببینید دقیق که من گفتم به شما، دقیقت من به شما چی تعریف کردم؟ گفتم ترکیب افقی عمودی است. یعنی ایره من اینجا بتونم با قلم سرخ نوشتن میکنم، سه واحد به طرف چپ، دو واحد، دو واحد به طرف بالا. ببینید میشه یعنی؟ خب خب شاگرد عزیز ببینید که من این قیمت ها رو پاس به شما وضع کرده بودم و منفی دو سه، منفی یک و چهار، صفر و پنج، یک و شش و دو هفت. حالا میخوایم میره دایی چی کنیم به شما رسم کنیم. منفی دو و چند شد شاگرد عزیز؟ منفی دو، منفی دو سه، این نقطه میه، درست است؟ منفی یک و چهار، منفی یک و چهار، این نقطه هست، صفر و پنج، یک و شش، دقیقه اگر من به این شکل در نظر بگیرم، یک و چند؟ شش، ساحه خودم مشخص کنم، اینجا آمد، و دو، هفت. دو و هفت. دقیقه اینجا می. حالا اگر من توسط یک رنگ دیگه بخوام میره به شما رسم کنم، شاگرد عزیز دقت کنین، ببینین که این کدام شکل به خود میگیرن؟ صحیح شد؟ اگر یک منفی دیگر رسم کنیم شما باز میبینید که ای به طرف بالا میره. مثلا اگر من اینجا وضع کنم منفی دو رو وضع کردم منفی سه، منفی سه جمع سه صفر، صفر جمع دو دو. ببینید منفی سه و دو، دقیقا این نقطه میه، درست است؟ اگر منفی چهار وضع کنم شاگرد عزیز، منفی چهار که وضع کنم منفی چهار رو مثبت سه، دقیقا چند میشه؟ میشه منفی یک. منفی یک وقتی که از قیمت مطلقه خارج شوه مثبت یک میشه، مثبت یک جمع دو سه. پس منفی چهار اکس شد و وای شن شد سه. منفی چهار یک دو سه چهار، منفی چهار و سه. تمام. میخواستم این نقطه به شما مشخص شده که باز ایره من امتداد بتم. این
کدام گراف است شاگردای عزیز؟ این در حقیقت کدام گراف است؟ وای مساوی با قیمت مطلقه x مثبت 3 مثبت چی شاگرد عزیز؟ مثبت 2. شما خود به خود ببینید که سوال چه شکل به خود گرفت. به 3 واحد ببینید، 3 واحد 1 واحد 2 واحد 3 واحد به طرف چپ آمد و 2 واحد 1 واحد 2 واحد به طرف بالا آمد. دیدید؟ 3 واحد به طرف چپ آمد و 2 واحد به طرف بالا آمد. گرافش به همین شکل رسم شد. به خاطر همین اینا میگن که انتقال تابع عمودی و افقی، یعنی به شکل ترکیب انتقال عمودی و افقی است. خب شاگردای عزیز، این درس ما امروز ختم شد. خدا کنه که درس امروز به خوبی یاد گرفته باشین. امروز ما شما چی خواندیم بخیر؟ ما شما انتقال عمودی را در درس گذشته خوانده بودیم، انتقال افقی را بخیر امروز خواندیم و رسم گرافش البته امروز به شما رسم کردم و بعد از اون ترکیب انتقال افقی و امیدی رو ما شما بخیر خواندیم و انشالله که شما یاد گرفته باشین. تا روز بعدی و جلسه بعدی وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدار شما.